خب امروز از اخبار هول و هوش صندوق ETF دوم براتون توضیح میدیم. روند بازار هیجانی امروز رو یک نگاه کلی میندازیم. یک نماد از صنعت فلزات اساسی رو، نمودار تکنیکالش رو با هم بررسی میکنیم و نکته آموزشی امروز هم از نسبت ROE در تحلیل بنیادی میخوایم بهتون توضیح بدیم. سلام و وقت بخیر. صابر خدیشی هستم، استودیو کرمان نو. برنامه بازار سرمایه امروز سه‌شنبه 21 مرداد ماه 99 با شما هستیم. مثل روند هر روز ابتدا دو تا خبر خدمتتون عرض کنم که دلار قیمتش یک مقدار در بازار آزاد امروز افزایش داشت، از 22500 دیروز تا 22700 رشد داشت، افزایش خیلی کمی است و این مقدار طبیعیه توی بازار. و خبر دوم این که صندوق ETF دوم که مخصوص پالایشی ها بود بالاخره تایید نهایی شد و بعد از همه این کش و قوس ها و تایید و تکذیب هایی که این یکی دو روز شنیدیم، بالاخره با ورود مجلس تایید شد و قرار شد همون 2 شهریور ارزشه. ولی این رو دامداران عزیز در نظر بگیرن، چه این صندوق باشه چه نباشه، چه بخواد بلوکی اجرا بشه و چه بخواد حالت همون صندوق ETF اجرا بشه، در روند سهمتون هیچ تأثیری نخواهد داشت و سهم از نظر بنیادی اگر ارزنده باشه مسیر خودشو خواهد رفت، چه حالا به صورت بلوکی عرضه بشه و چه به صورت صندوق. و امیدواریم این هیجانات و اخبار و شایعات روی خرید و فروش سهامتون تأثیر نداشته باشه. خب بریم سراغ روند بازار سراسر قرمز امروز ببینیم توی چه وضعیتی بود. همونطور که میبینید شاخص کل 3.16% منفی، 65251 واحد کاهش داشت و مرز 2 میلیون رو از دست داد. متاسفانه به 1,998,058 واحد رسید. البته نمیشه گفت که زیر 2 میلیون الان تثبیته، یعنی یک جورایی روی مرز 2 میلیون هست. ناظر اومد با باز کردن نور چشمی خودش 60 خواست شاخص کل رو نجات پیدا کنه، اما هیجانات فروش اینقدر زیاد بود که 60 هم نتونست شاخص کل 2 میلیون واحد رو نجات بده. ارزش معاملات امروز رو میبینید 19800 میلیارد تومان بوده، نسبت به میانگین چند روزه اخیرش پایین تر بوده و میزان معاملات توی بورس و فرابورس هم میبینید منفی های بورس به مراتب بیشتر از مثبت های بورس بودن و اما فرابورس تقریبا نزدیک بودن مثبت و منفیاش. شاخص هم وزن کمتر از شاخص کل بورس امروز ریخ، 1.98% کاهش داشت، 10000 واحد پایین تر اومد شاخص کل هم وزن. نشون میده شرکت های کوچک آنچنان منفی نخوردن، اما بازار امروز نمیشه گفت طبق روند اصلیش بوده و بیشتر دچار هیجانات این خبر صندوق ETF بود و هیجاناتی که مردم توی خرید فروشاشون دارن. بیشترین تاثیر معاملات امروز رو با هم نگاه میکنیم. اخابر و همراه، دوتا مخابراتی که تازه اومدن و شاخص کل رو داشتن نجات میدادن، بیشترین تاثیر مثبت. سه شاهد، سیتا و کبیر به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت رو داشتن. فارس، فمیلی، فولاد، شپنا، شتران هم بیشترین تاثیر منفی شاخص سازها رو میبینید که به ترتیب بیشترین تاثیر منفی رو روی شاخص کل داشتن. توی صنعت هم میبینید مخابرات واضح و مشخص به تنهایی بیشترین تاثیر مثبت رو گذاشت. بیشترین ارزش معاملات امروز هم همون اخابر و وپارس و فولاد و دی و آراد 42 و آراد 44 هم که اوراق دولتی بودن هیچ و خوارزم داشتن. توی صنعت هم بانک ها و مؤسسات فلزات اساسی، اوراق تامین مالی و مخابرات بیشترین ارزش معاملات امروز رو داشت. توی جو صنایع هم اگر یه نگاه کلی بندازید میبینید اکثرا صنعت ها امروز منفی شدن، فقط یه دونه مخابرات مثبت داشت، دیگه باقی صنعت ها همشون منفی خوردن و به نسبت خروج پول داشتن. نقشه بازار هم با هم یه نگاه بندازیم میبینید وضعیت بازار. بازم توی ساعتی از بازار نقشه کاملا قرمز بود، اما بعد از تایید صندوق ETF دوم که پالایشی ها بودن، تقریبا بعضی از نمادها صفای فروششون جمع شد. اولین نمادهایی هم که صفاشون تقریبا جمع شد و یه خورده فروشنده هاشون کم شدن و برگشتن فلزات اساسی بودن. فولاد و فمیلی همچنان منفی هستن، ولی در اواخر بازار صفهاشون جمع شد. فخوز مثبت امروز معامله شد و باقی هم که میبینید مخابرات هم که امروز تنها صنعتی بود که مثبت معامله شد. اما بازم جای تأمل داره، صندوق پالایشی تصمیم به حذف صندوق و یا اضافه شدن صندوقش میگیره، ولی باقی نمادهای بانک و فلزات و معدنی دچار جو هیجانی میشن و مردم میرن توی صف فروش و یک عادت بدی شده، هر جا صف خرید شد حمله، هر جا صف فروش شد
میریم برای فروش. یعنی عادتی شده که کلن نگاه به اون سهم نمی کنن مردم، فقط ببینن کجا صف خریده بریم بخریم، کجا صف فروشه بریم بفروشیم. اینم از روند کلی بازار امروز. با هم میریم نماد امروز رو بررسی کنیم، از گروه فلزات اساسی نماد فخوز رو براتون در نظر گرفتم، بریم نمودار تکنیکال و چارت اون رو نگاه کنیم روی نقشه رهاورد و با هم بررسی کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید، مثل باقی نمادهایی که این چند روزه بهتون نشون دادم، این نماد هم توی یک کانال سعودی قرار گرفته و توی این کانال برخوردهای پینگ پونگی داشته. میبینید که یک بار از این سقف این کانال موفق شده رد شه، ولی دوباره اصلاح کرده، همینجور ادامه داده، به سقف کانالش در تاریخ 6/5 رسیده، رفته توی اصلاح، یه پیشبینی پرداخت سود هم داشته، الان رسیده به کف کانال و امروز دیدید که به کف کانال که رسید حمایت شد و رشد خودش رو شروع کرد به نسبت. حالا اینجا دو تا حمایت داشته، یکی مووینگ 26 روزش که همیشه نسبت بهش واکنش نشون داده، امروز هم واکنش نشون داده، یکی کف کانال، یعنی نقطه خوب بود برای کسایی که تو این بازار میتونستن این سهم رو بخرن و پیش بینی میشه حداقل تا سقف قیمت قبلیش هولوحش 5100 این محدود رشد کنه و در صورت عبور از این سقف تا هولوحش 6000 میتونه تارگت دوم این سهم باشه. و حجم معاملاتش هم اگر چک کنید با هم میبینید که توی این محدود حجم به نسبت بهتری خورده نسبت به روزهای و نشون از شروع روند صعودی این سهم میکنه. اوسیلاتورهاش هم با هم اگر یه چک کنیم، اوسیلاتور RSI به محدوده حمایتیش که میبینید قبلا هم به این حمایت واکنش نشون داده رسیده و از اینجا سیگنال برگشت رو داده. استاکستیک این سهم هنوز سیگنال برگشت نداده، اما توی یک محل حمایتی قدیمی قرار داره. حالا باید فردا روند بازار رو دید که به چه شکل است. با هم یه نگاه به تابلوش بندازیم. ای پی اس 12 ماهه آخرش 1782 ریال است که به نسبت عدد خوبی است. پی بی ایش از گروهش پایین‌تره، پی بی ایش 23.51، گروهش 27.71. سهام شناور به نسبت خوبی داره و از نظر بنیادی فخوز خیلی خبرهای خوبی داره و یه جورای جامونده این صنعت هست. برای کسایی که صبور هستن و یا حتی میخوان به یک دید 5-6 ماهه یه سهم از گروه فلزات داشته باشن، یک پیشنهاد خوب لحاظ میشه. خب اینم از بررسی نماد صنعت فلزات اساسیمون. بریم سراغ نکته آموزشی امروز. نسبت ROE رو در تحلیل بنیادی سهام بهتون کلیاتش رو توضیح بدم. نسبت ROE یعنی شرکت چقدر توانسته با پولی که سرمایه گذاران حاضر شدن بابت خرید سهام پرداخت کنن در جهت سودسازی شرکت استفاده کنه. به بیان ساده یعنی مدیریت شرکت با چه سرعتی و یا نرخی در حال افزایش و یا کاهش ارزش شرکت است. فرمول ROE هم به این شکله، یعنی ارزش خالص سهام سهامداران رو تقسیم به درآمد خالص سالیانه میکنن، میشه بازده دارایی اون شرکت. عدد به دست اومده درصدی هست که بهش میگن نسبت ROE اون شرکت و حداقل مناسبه برای ROE یه شرکت 15%. خب اینم از نسبت ROE که توی تحلیل های بنیادی میتونید ازش استفاده کنید و خیلی ها بر این اساس حتی ارزش گذاری یک شرکت رو در نظر میگیرن. شاد و پیروز و موفق باشید، مراقب سلامتیتون باشید، خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.